HMAC سیستم. HMAC سیستم یعنی هیتینگ، ونتیلیشن اند ایر کندیشنینگ. که اول این کلمات H, V, A و C Air Conditioning مخفف اینها هست H, VAC یعنی سیستم گرمایش سرمایش و تعویض هوا. طبیعتاً در این شاخه ما سه مبحث رو مطرح می‌کنیم. مبحث اول در مورد هیتینگ یا گرمایش، طبیعتاً در فضایی هستیم که در زمستان و یا در پاییز در بعضی از نقاط مثلا نمی‌دونم در شمال غربی ایران حتی ممکنه در اواخر تابستون شما نیاز به گرمایش داشته باشید، یعنی فضای بیرون اینقدر سرد هست که در واقع نیاز هست که ما سیستم‌های گرمایشی داشته باشیم. انواع و اقسامش رو بعداً به طور مفصل در موردش صحبت می‌کنیم. دو ونتیلیشن در واقع، خب قبل از ونتیلیشن ما در مورد ایر کندیشنینگ صحبت میکنیم. ایر کندیشنینگ که بهش میگیم کولینگ. در واقع در فضاهایی هست، در جاهایی هست که ما نیاز داریم که فضاها رو خنک بکنیم. فضای بیرون گرمه، مثلا در قسمت جنوب ایران، جنوب شرقی و غربی ایران، خب ما نیاز داریم که در واقع سیستم سرمایش داشته باشیم و همینطور حتی در مرکز ایران، حتی در شمال ایران، شمال شرق، اینها ممکنه ما در تابستون نیاز به سیستم خنک کننده داشته باشیم. پس این رو ما بهش میگیم که سیستم خنک کننده. سیستم خنک کننده روش‌های بسیار زیادی داره که بعداً در زمانی که به ایر کندیشن میرسیم در واقع به طور مفصل در موردش صحبت میکنیم. و در این مبحث چارچوب HVAC سیستم دیگری رو که در موردش صحبت میکنیم ونتیلیشن هست، یعنی تعویض هوا. در واقع فضای داخل اتاق، فضای داخل هر جای مسکونی، اداری، تجاری، بیمارستانی، اندستریال، صنعتی، همه اینها نیاز هست که تعویض بشه. در واقع ما نمیتونیم که دائما فضای داخل اتاق رو سیرکوله بکنیم همینطور و هیچ هوایی رو از بیرون وارد اتاقها نکنیم. به خصوص سیستم های امروزی به خاطر مسئله سیوینگ انرژی یا در واقع انرژی رو هدر نداد، در واقع عدم هدر دادن انرژی، پنجره ها رو به شکل دولایی می سازن. یعنی عمدتا ما دیگه هیچ ورود هوایی از راه پنجره ها عمدتاً نداریم در سیستم های امروزی، بنابراین ما بایستی هوا رو تعویض بکنیم و اکسیژن تازه رو در واقع به فضا تغذیه بکنیم که بهش میگن ونتیلیشن یا تعویض هوا. خب این هم در مورد سیستم HVAC که صحبت کردیم.
ما چیزهای دیگر هم داریم، فایر فایتینگ هست، که در واقع اطفاء حریق بهش میگن. اطفاء حریق با اعلام حریق کلن دو چیز مختلف هستن. اعلام حریق یعنی که وقتی آتشی به اتفاق میفته آژیر میکشه و در واقع اعلام میکنه که آتش اتفاق افتاده. فایر فایتینگ در واقع سیستم هایی هست که برای خاموش کردن آتش ازش استفاده میکنن، چه در واقع خاموشکن های دستی که حالا میتونه دیوکسید کربن یا پودر خشک یا انواع اقسام مختلفش باشه که ما بهش میگیم اکسینگویشرز، یا سیستم در واقع آبپاش اتومات باشه که ما بهش میگیم اسپرینکلر، یا سیستم در واقع شیلنگ باشه که بهش میگیم فایر هوز ریل. در واقع ما برای فایر فایتینگ سیستم اسپرینکلر داریم که بهش میگیم سیستم اطفای اتوماتیک، اطفای اتوماتیک یا همون اسپرینکلر هست در فارسی، اما بهش میگیم اسپرینکلر. یا سیستم اطفای اتوماتیک وقتی که در واقع حرارت رو سنس میکنه، یه شیشه ای داره که شیشه میشکنه، اون شیشه رنگ های مختلف داره، رنگ قرمزش هست، سبزش هست، بر اساس چه درجه حرارتی و چه استانداردی طراحی شده باشه. سه دو در واقع ما روش در واقع فایر هوز ریل داریم، FHR، که در واقع میگیم فایر هوز ریل، که این فایر هوز ریل در واقع داخل یک کابینت، حتما دیدید یک کابینتی رو باز میکنید داخلش یه 30 متر 20 متر